خودمون خیلی خوب میدونیم که خیلی ها 8 سال آزگار منتظر این بازی بودن. خدایی 8 سال هم چیز کمی نیست، میتونی درس بخونی، میشه کار کرد، حتی میتونی تشکیل خانواده بدی. یعنی اون موقع که بازی معرفی شد اگه دست به کار میشدی برای تولید بچه الان 7 سالش بود، میرفت اول ابتدایی. لامصب ما 8 سال آزگار انگوش بکن منتظر ابر تلیدیون گوزان فلا شاهکار خفنتون هستیم که بدید. حالا بعد از این همه راه که ما اومدیم با تخریبی که شما زدید و ما هم حسابی زیر دلمون درد گرفته و پاره شدیم و خورد شدیم و شکسته شدیم و پیر شدیم و دهنمون گاییده شده، بازی رو با چنین مشخصاتی روانه بازار کردیم. خب ممکن بود ما 8 سال پیش بتونیم این بازی رو تجربه کنیم. اون موقع دلار اینقدر دراز و طولانی نرفته بود جر بده این ما تحت بیساب. خلاصه اون موقع یعنی 8 سال پیش دستمون به دهنمون میرسید، الان فقط به تنبونمون میرسه. میتونیم حسابی با بیزه های مبارک بازی کنیم و بخارونیمش. اینجوری براتون بگم که اولش میگفتیم ایول میخریمش، یکم رفت جلو گفتیم حالا بی خیال نخریدیمش، اجارش میکنیم، بازی میکنیم دیگه. یکم دیگه رفت جلو دیدیم اجاره هم زیاد، بازی طولانی نمیشه با اجاره تمومش کرد. باز گفتیم فوقش میریم گیمت، یه تجربه 2-3 ساعته ازش داریم حداقل. لااقل دلمون خوش، بازی ابر شاهکارتون رو بازی کردیم. گذشت و دیدیم آقا گیمت هم گرون نمیشه رفت. تصمیم گرفتیم که ویدیوشو تو یوتیوب ببینیم ما چیمون از کسایی که بازی میکنن کمتر هستن، اونا بازی کنن ما نگاه میکنیم. والا حالا نگم براتون که بوی بازی کل یوتیوبو برداشت. ما هم که از همون 8 سال پیش میخواستیم نقدش کنیم، پس یکم نگاه کردیم، چک دادیم، با 1000 تا قرض چست مثقال بازی رو تجربه کردیم تا بیاییم نقدش کنیم. این شما و این نقد بازی سایبر باگ توسط ممنتو. بریم که داشته باشیم. درست سایبرپانک یه بازی RPG بود، ولی خب ما توی تریلرها و چیزایی که به ملت نشون دادیم قرار بودش که یه آزادی عملی گسترده به مردم تحویل بدیم، ولی خب نتونستیم بودجه کم آوردیم و ریدیم. من که میدونم، شما میدونید، اونی هم که نمیدونه خودش زده به نفهمی. سایبرپانک قرار بود خار مادر گرافیک باشه، یعنی یه جوری که دیگه ما بگیم آقا بی خیال نمیخوایم بازی واقعی بسازیم، یه شیوهی که پشم بر بدن نذاره، روح در وجود نذاره، خون در رگ به جوش بیاد، عروسی مفصلی در جونمون برپا بشه. خدایش هم با 1000 تا تیزر و تریلر و گیم پلی و والپیپر و پیکچر آرت و پوفت و هایپ شده بودیم مثل سنگ. جالب بود که هرچی به زمان عرضه بازی نزدیکتر میشدیم، گیم پلی هایی که نمایش میدادن هی گرافیکش کم میشد، هی یه چیزش نبود، هی تخمیتر، هی بگاییتر، هی ای خدا ولش. آقا گیمرها دیدن اینجوری نشد که. شما با وعده هوری اومدین جلو میخواین اسقر به ما تحویل بدین، این چه وضعشه آقا جان؟ سیتی پروژکت دید که گیمرها صداشون در اومده و اکثرا توی کامنت ها صدای شنیده میشه. اسقرم که نمیاد، چه گویی بخورم؟ آها، چیزی که میخوانه بهشون میدم، ولی انقدر تاخیر میذارم که چاک دردشون از هم واشه. خدایم وا شد. این شد که هی تاخیر میزد، هی گرافیک میبرد بالا، هی تاخیر میزد، هی جزئیات اضافه میکرد. حالا همه اینا که گفتم مال قبل اومدن بازی بودا. بازی که منتشر شد دیدیم به به، گل بود به سبزه نیست، آراسته شد. چه سایبرپانکی. سایبرپانک نگو، بلای جون فریم کامپیوتر بگو، تکسچر مزخرف بگو، دیلو شدن بافتای زهرماری بازی بگو، باگ بگو، لعنتی باگ بگو. یعنی انقدر این بازی باگ داشت که من اصلا دوست ندارم اینو تو بخش گرافیک بگم. میریم بخش بعدی، اونجا بهتون میگیم چی شد. یعنی من قربون این سیتی پراجکت رد برم که روی سیاه اون یوبیسافت خبیث رو هم سفید کرد؟ اصلا این سایبرپانک نیست که، سایبر باگ، سایبر گلیچ، سایبر انه. این چیه دادین تحویل ما؟ نمیخوام بد بگم بگین هیتر بود، ولی آخه لامصب تو 8 سال داشتی تو اون استودیوی کوفتی چه غلطی میکردی؟ ما بچه دار شدیم، بچه‌مون بزرگ شد، رفت مدرسه، همون بچه‌مون هایپ سایبر شد، بعد تو بازی میدی میخوای روش آپدیت بدی باگاشو فیکس کنی، بعد 8 سال. حقیقتاً برادر سیاه، والا یه جوری این بازی باگ داشت، یه جوری عجیب غریب بود، یه جوری بعید بود که تا 100 سال کانتنت اونایی که تو یوتیوب به باگ ریاکت میکنن جور شد. الان یعنی اصلا ریاکت کن باشی به باگ سایبر ریاکت نکنی جی، یه چیزی کمه. ویدیوی الناز گلرخ انگار از دست دادی عزیز من. اون کمپانی و اون استدیو واسه اینه که بشینی توش بازی بسازی بدی دست مردم. 8 سال ما رو با تریلر هایپ کردی، نشستی اونجا داری با تخبات بازی می‌کنی، ما شنبولت عزیزم. واقعا زبان قاصره، من واقعا نمیدونم چی بگم، چه جوری بگم، با چه روی بگم. این بازی خار و مادر که سهل، خار و مادر و مادر شوهر و پدر و پدر جد پدر سگ باگه. یکم به فشار. حالا نمیدونم تا اون موقعی که این ویدیو به دستتون میرسه پچ دادن، آپدیت دادن، زهرمار دادن، درست کردن این لعنتی رو یا نه، ولی فعلا روی اساسینز کرید یونیتی هم سفید که چه عرض کنم بیرنگ کرده به مولا.
رو دستش نیست. خیلی ها گفتن چرا انقدر بازی باگ داره. والا اون چیزی که به ما دادن بازی کنیم هیچ باگی نداشت. البته یه سری مشکلات ریزی بود که همون اول با یه آپدیت حل شده شد. آقا گیم پلی دقیقا مثل زمین خدا گوسترده است. زمین خدا گوسترده است. آره داداش گوسترده است. چجوری بگم انقدر وسیع و پهن و گشاده که یه سری منتقدا گفتن از بس میشه توش گو خورد ما نمره کم میدیم، ما نمیخوایم اینجوری که نشد. یه سری دیگه هم از این منتقدا که مثل این کسخلای لوس بچه سال نبودن به این گستردگی باریکلا گفتن و همراه با توپ شامپو به استقبال آدمای کف خیابون سایبر جانک رفتن. یه دسته دیگه هم انقدر تو این فضای لعنتی آینده گشت و گذار کردن که اصلا یادشون رفت برای چی اومده بودن. آمدنشون به رجکوشری بوده و به فونفونک بازی تو شهر پرداختن. یه مش احمق هم هیچی از مراحل فرعی رو نرفتن، گفتن بازی پول میخواد ما نداریم، بازی آپگرید میخواد ما پولشو نداریم، بازی دست تبر میخواد ما هم خبر خاصی نداریم. خلاصه بگم فاز منه کله گنده تو باسنشون قوقا میکرد و نمره ندادن. آقا به تخمم، به تخمم داداشم، به تخمم نویسنده، به تخمم ادیتوره، به تخمم اون یارو که درون برای خیابون را میرزه خدا اصلا. خدایی هرچی تو بخش باگ و تکسچر و بافت و بهینه‌سازی ریده بودن واسه گیم پلی تنگش کردن و بهش پرداختن و مشتش کردن و باید بشینی بازی کنی حالشو ببری. آقا جونم برات بگه کاراکترت اسلحه میگیره دستش نوکتگه، بلد نیست چطوری دستش بگیره، چطوری درست تیر بزنه و باش بره. هرچی بیشتر اون خر رو دستت بگیری پروتر میشی و میتونی حسابی بیماری ایدز رو رواج بدی. بدنت هم که همون جوری که حاج آقا کیانو ریوز میگفت میتونه آپدیت بشه و پیشرفته بشه و بزنی بتره کنی همه جا رو. راستی یه سری هم غور زدن که مکانیزم ماشین سواری گیه و نمیخوای ما این حرفا. خب بذارید بگم که بازی RPG یک پاسخال. مگه داری فورتزا بازی میکنی به مکانیزم رانندگی ایراد میگیری؟ تو این بازی باید سنگینی ماشین و تخمات روی صندلی رو حس کنی که شک نکن میکنی. البته حالا ما هوای CD پروژکت رو داریم و میگیم RPGه، ولی RPG که چه عرض کنم تفنگا پاشم نیست و انتخاب دیالوگ به اندازه سارونیکا تو پایتخت عمل میکنه و در واقع بازی دیالوگ محور نیست. آقا نیست. خب طبق شایعات گفتن که ما همچین یه کوچولو بیش از حد برای بازی هایپ کردیم که خب به هر حال زندگی خرج داره. کلی کاراکترهای مختلف تو بازی هستن که به جرئت میتونم بگم خیلی بهشون فرو و پرداخته شده. هر کدوم یه گذشته جالب دارن و همراه دیالوگای پشم به تن سیخ کن اصلا یه وضعی. اوف گل سرسبد شخصیت های بازی هم جانی سیلورهند یا همون کیانو ریوز یا جانویک خودمون هستش. یا آدم خفن تروریست بی اعصاب سیگاری خواننده نوازنده موسیقی سنتی و فرهنگی هنری راک اند رول بود و از لحظه ورودش به بازی تک تک دیالوگاش و حرکتاش و حرف زدنش و حتی گوزیدنش همه و همه یه طوری کنار هم قرار گرفتن که ایرزاشی. برعکس کاراکترهای خفن اصلی و فری، NPC بازی اصلا خدا. مورد داشتیم NPC صدای دختر 14 ساله میداده، رو ویلچر کتکش میزنی بلند میشه فرار میکنه، دستات طرف رو شفا میده. هوش NPC بازی در حد جلبک های غرب و آفریقاست که میشه همون انگلیس. یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا. خلاصه که جونم برات بگه رو NPC بازی اصلا کار نشده، ولی خب توی بازی RPG طبیعیه، همونطور که تو فالاوت و ویچر و اسکایریم هم کار نشده بود. اما بازم میگیم این بازی RPG نیست. ما میتونیم دیگه تو انقدر کنی یا انقدر کنی یا بکشیش و کارهای دیگه هم هست، ولی به دک همه چیز ختم میشه. اگه یه بخشی تو این بازی باشه که واقعا نشه هیچ ایرادی ازش گرفت، سانترکای نابشه. واقعا نقد خاصی به این قسمت وارد نیست. از یک یک آهنگای توی بازی میشه لذت برد، چه توی رادیو، چه هنگام درگیری، چه همینجوری الکی رو هوا، و حتی با آهنگ تریلر بازی هم آبتون میاد. واقعا صحبت دیگه ای ندارم، بریم بخش نهایی. تهش میخوام اینو بگم که بازی در طول زمان با آپدیت خودشو کامل میکنه، دقیقاً مثل بازی نومنز اسکای که اولش همه ریدن به بازی ولی الان یه بازی فوق‌العاده شده. البته خار خودشو با آپدیت سامورایی کپتن شد. امیدوار بودیم بعد از 8 سال دیگه دنبال آپدیت تو داستان نباشیم، ولی مثل اینکه حالا داستان ادامه داره. به هر حال این نظر خودمون بود، امیدواریم که لذت برده باشید. بازی ارزش تجربه داره، ولی بذارید آپدیتش بیاد بعد بازی کنید. هرچند خیلیامون نمیتونیم حالا بازی رو تجربه کنیم، ولی اشکال نداره، به تخمتون. فوقش جمع میشیم با هم میریم سن آندرس تو سمپ بازی میکنیم. والا نمره یه ممنتو به این بازی 6.5 است. دوستان لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.